سلام، به این برنامه کلان شهر از شانگهای خوش آمدید. امروز با شما هستیم تا دنیای طعم‌های این ابرشهر چینی را کشف کنیم. جولی که اهل شانگهای است، راهنمای ماست. اینجا شانگهای شهر فوق‌العاده شماست. خب می‌خواهی چه غذاهایی را به ما نشان بدهی؟ برای اینجا بودن زمان خوبی است، چون فستیوال قرمه شانگهای را داریم که غذاهای چینی زیادی را می‌توان در آن دید. من شما را به جاهای زیادی می‌برم تا غذاهای شانگهای را بچشید. اولین ایستگاه ما بازار تیانژافان است. هزار تویی از دکه‌ها و مغازه‌های اغذیه فروشی چینی. این دکه سمت راستی چشمم رو گرفته. ببینیم چه دارد. چند مدل غذا اینجاست و می توانید سس دلخواهتان را هم انتخاب کنید. کباب چوبی مرغ و خوک. بعد می توانید آن را در سس هم بزنید. بله، سس فلفلی. غذای دلخواهت چیست؟ کباب خوک با سس تند. هزاران بازدید کننده هر روز از این کوچه و دالان‌های باریک رد می شوند. سوفیا که از روم می آید می گوید از اینجا خوشم میآید، چون هرچه میخواهم اینجا پیدا میشود. گوشت، ماهی، نان و ماکارونی، آن هم با طعمهای شور و شیرین و تند. وقتی اسم غذای چینی میآید معمولا فقط به کوفته خمیری و برنج فکر میکنیم، اما غذای چینی خیلی متنوع تر از این هاست. از دل هیاهوی بازار شلوغ راهی یک هتل سنتی چینی میشویم که دانگو نام دارد. شینگیو، سرآشپز رستوران این هتل، برای من و جولی غذای دریایی آماده می کند. آنچه اینجا می بینید غذای اصیل شانگهای است، یعنی میگوی سوخاری با گوشت خرچنگ. گوشت خرچنگ طعم ملایمی دارد و میگو هم تازه و آبدار است. ترکیب این دو نماد آشپزی شانگهای است. البته کیک برنج و دیم سام هم هست. این بسیار خوشمزه است. ممنونیم. اردک سرخ شده چینی بسیار معروف است. در شانگهای این غذا را در اجاقی با آتش طبیعی چوب تهیه می کنند. حاصل کار طعم بسیار خاصی دارد. در کنار غذای سنتی چینی می توان در شانگهای غذاهای ترکیبی را هم دید که با الهام گیری از آشپزی غربی تهیه می شود. بعد در طبقه 58 ریتز کارلتون می توان چای عصرانه را به سبک شانگهای نوشید. اینجا کیک و اسنک های خوشمزه‌ای داریم که بعضیشان خوراک سنتی شانگهایند، مگر نه؟ درست است. غذای اولی که شبیه خمیر سرخ شده است، ترکیب معمول غذای اینجاست. نکته جالب اینجا این است که میتوان حین صرف چای عصرانه منظره بی‌نظیر اینجا را تماشا کرد. بله، اینجا دقیقاً کنار رودخانه است و میتوان شب و روز از این منظره تماشایی بهره برد. شانگهای در شب بسیار رنگارنگ است. کشتی‌های تفریحی روی رودخانه هوانگپو که از وسط شهر می‌گذرد در حرکتند. باغ یو هم در شب روشنی می‌درخشد. اینجا می‌توان در فرهنگ و سنت غرق شد و البته دلی هم از عزا درآورد. رهگذران دیم سام و نان کماجی‌های برشته را بسیار دوست دارند. ما راهی رستوران سنتی نان شیانگ مانتوه می شویم که من هم بناس آنجا کمی از این نانها درست کنم. یو میم یو، سرآشپز تراز اول این رستوران، به من نشان می دهد چطور دیمسام گوشت خوک درست کنم. لبه خمیر را تا می کنیم. نوعی کار ظریف است. چندان هم بد نیست. خیلی خوب است. در مقایسه با مال تو چندان خوب نیست، ولی به زحمتش می ارزید. خب جولی، بسیار ممنون برای این سفره گردی عالی در شانگهای. الان من دیگه سیر سیرم. از نشان دادن شهر به شما لذت بردم. خب این بود برنامه ما از شانگهای. ممنون که با ما همراه بودید و تا برنامه بعد.